درود بر عزیزان، وقت تو خوش. چند مطلب بود که حالا تا دوستان بیان من بهش بپردازم. خب همینجور که ما در برنامه رستاخیز سیمرغ مدام صحبت کردیم از طرح معامله قند، گام به گام داره اتفاق میفته. آخرین ماموریت جمهوری اسلامی هم عرض کردیم خدمت هموطنانمون که ایجاد کشتار و زمین سازی در شرق، مرزهای شرقی ایران برای تجزیه ایران و ماموریت پایانی جمهوری اسلامی که تمام نیروهای تروریستی شد، یعنی تمام گروهایی که توی عراق داشت، توی لبنان داشت، توی سوریه داشت، توی نمیدونم جاهای مختلفی داشت، همه اینها رو توی معامله‌ای که با آمریکا انجام دادن و با مافیای جهانی انجام دادن، همه رو با یک کابلی به نام کابل طالبان وارد افغانستان کرد و اون اتفاقاتی که در افغانستان افتاد براتون باید جالب باشه که الان نزدیک 12 روزه که مثلا طالبان افغانستان رو به قول معروف به اشغال خودش درآورده، اما هیچ حمله انتحاری و همسال این توی این 11-12 روز انجام نشد. درست روز اول کاری دولت جلاد و مؤمنین یا ابراهیم رئیسی، یعنی روز اولی که این دولت آغاز به کار میکنه، شما میبینید در افغانستان چندین انفجار مهیب انجام میشه و تعداد زیادی انسان جونشون رو از دست میدن. حالا این انسان ها میتونن افغانی باشن، میتونن آمریکایی باشن، میتونن مال کشورهای مختلف باشن، اما هدف از همه این مسائل دوستان، همونجور که ما در رستاخیز سیمرغ گفتیم، زمین سازی برای تجزیه افغانستان، ایران و احتمالاً تاجیکستان و بخش‌های دیگه از خاورمیانه است برای طرح نقشه اسرائیل بزرگ. خیلی از این تحلیلگران و رسانه‌ها، چون رسانه‌ها ابزار دست مافیای جهانیه، یعنی مافیای جهانی در کنار کار میدانی که انجام میده، رسانه‌های چه فارسی زبان چه زبان‌های مختلف باید بیان و اینو ماسمالیش کنن. رسانه‌های فارسی زبان از امروز که این اتفاقات توی کابل افتاده شروع کردن به تبلیغات در مورد چیزی به اسم داعش و داعش خراسان. ما قبلا در برنامه رستاخیز سیمرغ اینو هشدار دادیم که گروه های مختلف تروریستی به صورت جدید، یعنی با نام های جدید شکل میگیرن، میان بیرون. همه این گروه های تروریستی که شما اگر بتونید به قول معروف هسته مرکزی اینها رو در بیارید، ببینید دقیقا نیروهای سپاه قدس یا همون سپاه اورشلیم هستن. حالا هشت و شعبی توشه، فاطمیون توشه، زینبیون توشه، بقیه اراذل رو باشه که جمهوری اسلامی در این سالها با پول ملت ایران متاسفانه آماده کرد و هر کجایی که مافیای جهانی در هر کشور خواست شخ بزنه از این پیمانکار تروریست، یعنی جمهوری اسلامی، استفاده کرد برای پیشبرد اهدافش، این نیروها تشکیل شدن. خب در سوریه که ماموریت جمهوری اسلامی تموم شد، در عراق هنوز نیمه کار است و در حال اتمام، و این نیروهایی که توی این قسمت ها بودن همه رو آوردن به اسم طالبان وارد افغانستان کردن. گفتم روز اول کاری دولت ابراهیم رئیسی شما میبینید توی افغانستان این اتفاقات داره میفته. خیلی از این رسانه ها و این کارشناسانی که توی رسانه ها میان دوست دارن یه مطلب رو توی ذهن مخاطب بنشونن، اونم اینه که مثلا بیان تقصیر رو بندازن گردن فرض کنید جوه خابالود و بگن چون جوه خابالود این کار رو کرد این اتفاق افتاد. نه عزیز من، اینجوری نیست. سیاست کلان، سیاست های بزرگ، مخصوصا سیاست آمریکا، حکومت آمریکا به این گونه نیست که یک جوه خابالودی بیاد یا یک ترامپی بیاد یا یک اوبامایی بیاد و بتونه این سیاست رو تغییر بده. سیاست اصلی در آمریکا که حالا پشتش بر میگرده به اون موریانه خاورمیانه به این صورت مدیریت میشه و تدوین میشه و دولت هایی که میان در آمریکا در سر کار، اینا مأمور اجرای اون سیاستن. روش ها فرق میکنه. شما در اواخر دولت ترامپ میبینید که فشاری که دولت ترامپ میاره به پاکستان، تنها رهبر طالبان رو دولت ترامپ آزاد میکنه و برمیگردونه به قطر و شروع میکنن باشون مذاکره کردن. یا دو مرحله، 5000 نیروی تروریستی طالبان رو و یک مرحله هم 2000 خورده از این نیروها رو دولت آمریکا، یعنی دولت ترامپ، فشار میاره به دولت افغانستان که اینها آزاد بشن بدون اینکه هیچ امتیازی از طالبان بگیرن، ضمن اینکه طالبان رو خود آمریکا ساخته، یعنی خودش این نیرو رو ساخت، خودش فرستاد
و در طول زمان هم داره ازش استفاده ابزاری میبره. هدف دوستان آماده سازی مرزهای شرقی ایرانه. ما قبلا در رستاخیز گفتیم الان اگر بخوای شما حساب کنید تقریبا میشه گفت داعش، چیزی که ایناش میشه گذاشتن داعش، دور تا دور ایران رو که گرفته هیچ، سال 57 هم وارد ایران شده، یعنی الان منطقه در کنترل داعشه. متو اینا اسم داعشه که میذارن، داعش چیکار میکنه؟ داعش میاد مثلا دیگه ایدئولوژی داعشی اینه، میاد یک منطقه رو میگیره، کشتار انجام میده. برای چی؟ برای اینکه حکومت اسلامی بخواد پیاده کنه. وقتی میاد کشتار میکنه، یعنی ابزار قدرتش ترور و تروریسمه. ما در قسمت‌های غرب ایران و شمال غربی ایران و جنوب غربی ایران ما این داعش رو داریم. متو به چه اسمی داریم؟ به اسم تجزیه طلب‌ها. یعنی این کسی که اون مجموعه‌ای که پان کرده یا اون مجموعه‌ای که پان ترکه یا اون مجموعه‌ای که پان عربه، اینها در حقیقت همون داعشن. کار داعش رو می‌کنن. اینها ایدئولوژیشون بر مبنای تروریسم و بر مبنای جنگ‌های مسلحانه است. دنبال چی هم؟ دنبال حکومت‌های منطقه‌ای خودشون هم. یعنی شما اگر فرض کنید برید مثلا اندیشه حزب کومنه رو یا حزب دموکرات رو برید در بیارید، یا اون الاحواز رو اینا رو در بیارید، اینا دنبال حکومت‌های خودگردان خودشون هم. دقیقاً به همین نام. یعنی ما الان توی غرب، شمال غرب و جنوب غرب کشورمون این نیروهای داعشی رو که شما حالا بخونید داعشی اما تجزیه طلب رو داشتیم. کجا نداشتیم؟ قسمت شهر جمهوری اسلامی طبق دستور مافیای بزرگ، یعنی خواسته اسرائیل، موریانه، خاورمیانه، نیروهای طالبان رو، یعنی نیروهای خودش رو در لباس طالبان وارد افغانستان کرد برای جنگ داخلی و زمین سازی تجزیه افغانستان. حالا وقتی جمهوری اسلامی میاد این کار رو انجام میده، شما میبینید رسانه ها میان چی میگن؟ میگن داعش خراسان یا داعش قندهار یا داعش کابل یا داعش سیستان، و شما در آینده نزدیک از این اسامی بسیار بسیار خواهید شنید. هدف اینه که شرق ایران زمین سازی بشه، آماده بشه برای تجزیه. وقتی جمهوری اسلامی میاد از طالبان حمایت میکنه و وقتی جمهوری اسلامی میاد نیروهایی که خودش داشته، یعنی آماده کرده به اسم فاطمیون و زینبیون و انواع و اقسام این جریانات رو وارد افغانستان میکنه، الان شما میبینید که امروز میاد صحبت از داعش خراسان میشه. یعنی انفجارهایی که توی کابل انجام شده رو مربوطش میکنن به چیزی به اسم داعش خراسان که شما بخونید همون سپاه قدس یا سپاه اورشلیم. داعش خراسان دوستان، هموطنان بدونید، دشمن فارسی زبان ها، دشمن تاجیک ها، دشمن ازبک ها و دشمن هزاره هاست که اینها تیره های مختلف ایرانی هستن که بر به قول من طبق بازی مافیای جهانی و استعمار پیر سالها پیش از ایران جدا شدن. اما ما ریشمون یکیه، تمدنمون یکیه و فرهنگ و تاریخمون هم یکیه. این ایرانی کشی که قرار اتفاق بیفته در خاورمیانه برای زمین سازی اسرائیل بزرگه. حالا یه سری ها ممکنه خوششون نیاد، یه سری ها ممکنه خواهد بیان دوباره فوش و دریوری به ما بدن، اما واقعیتی که ما همیشه در رستاخیز سیمو گفتیم، دیدید که اتفاق افتاده. تمام اینها زمین سازی و گام به گام طرح معامله غرب. معامله غرب نابودی ایران درشه، نابودی افغانستان هست، یعنی افغانستان به 3 قسمت تقسیم بشه، ایران به 5 قسمت تقسیم بشه و اون اسرائیل بتونه اون منطقه رو کنترل کنه و آمریکا هم بتونه نیروهاش از اونجا خارج کنه، ببره اون بره دریای چین و اونجا بتونه نیروهاش رو مستقر کنه برای اینکه بتونه چین رو کنترل کنه. تمام اینها با هماهنگیه. من میبینم یه سری کارشناسان و تحلیلگرانی که توی این رسانه ها میان و یه سری از این علافان فضای مجازی، اینها میان و تمام این اتفاقات رو انقدر کوچولوش میکنن، میارنش در حد مثلا یک اشتباهی که جو بایدن کرده باشه. نه عزیز من، اینجوری نیست. مثلا میگن چرا جو بایدن غیر نظامی ها رو قبل از اینکه ارتش رو از آمریکا خارج، از افغانستان خارج کنه، چرا غیر نظامی هاشو خارج نکرده؟ یا چرا تجهیزات نظامی که توی افغانستان بوده رو خارج نکرده؟ ببینید، در کنار نیروهای افغان، نیروهای آمریکایی در افغانستان، ناتو هم بوده. ناتو یعنی 30 کشور قدرتمند غربی. و وقتی ناتو و نیروهای آمریکایی همزمان با هم افغانستان رو خالی میکنن،
یعنی اینکه یک معامله ای از پیش انجام شده و یک سری تعهدات داده شده. ناتو وقتی میاد این کارو میکنه، یعنی کشورهای اروپایی سرانشون از سیاست معامله قبل خبر داشتن، توافق کردن و میدونستن قراره چه اتفاقی بیفته. حالا اگر آمریکا میومد غیر نظامی ها رو خارج میکرد و سلاح ها رو منهدم میکرد، سناریوشون به اون صورتی که باید پیش بره پیش نمیرفت. یعنی شما الان میبینی چیزی به اسم طالبان از نظر نظامی در اندازه های ناتو، از نظر تجهیزات نظامی، پس تجهیزات رو براشون گذاشتن. وقتی نیروهای غیر نظامی از کشورهای مختلف تو افغانستان گیر میکنن مثل 11 12 روز، دنیا متوجه یک مطلبی میشه، یعنی افکار عمومی دنیا آماده میشه برای یک اتفاقی. موضوع اصلی و موضوع روزشون میشه کجا؟ میشه مثلا فرض کن اگه آلمان 500 نفر در افغانستان داره، نه فرانسه 1000 نفر داره، انگلستان 2000 نفر داره، که اینها رو باید خارج کنن. این یعنی درگیر کردن افکار عمومی روی موضوعی که قراره در آینده بسیار بسیار در موردش صحبت بشه و بسیار بسیار در موردش سرمایه گذاری بشه. یعنی شما میبینید گام اول طالبان وارد میشن با حمایت مافیای جهانی و با اجرای جمهوری اسلامی متاسفانه در داخل ایران. اینجا هم پرانتز باز کنن، هم تباران رو در افغانستان بدونن جمهوری اسلامی هیچ ارتباطی با ملت ایران نداره. ملت ایران هم 43 ساله زیر فشار و ستم و سرکوب این نیروی اهریمنی به اسم جمهوری اسلامی دارن زجر میکشن و عذاب میکشن. دیدید هر موقع مردم ایران اعتراضی کردن با شدیدترین نوع به قول معروف ممکن سرکوب شدن و مافیای جهانی هم حمایت کرده از جمهوری اسلامی نه از مردم ایران. بنابراین همتبارانم در افغانستان بدونن تمام این اتفاقاتی که داره میفته اینها مربوط به جمهوری اسلامی میشه و جمهوری اسلامی هم یعنی نماینده مافیای غرب، یعنی اسرائیل، یعنی آمریکا، یعنی عرب، یعنی روسیه، یعنی چین، یعنی فرانسه، یعنی ایتالیا و انواع اقسام کشورهایی که خودتون خبر دارید. بنابراین ما مردم ایران با همتبارانمون در افغانستان همدردیم و همصداییم و به قول معروف همراه و حمایتشون میکنیم. اما بحث اصلی یه مطلب دیگه است. اگر آمریکا می اومد و این غیر نظامیان رو خارج میکرد، بازی به این صورت پیش نمیرفت و ادامه سناریوش رو به مشکل میخورد. اسم این حرکت، اسم این عمل میشه بازی سیاسی. سیاست هم به گونه ایه که شما امروز یک اتفاقی در یک جایی میفته، شاید 30 سال، 40 سال، 50 سال بعد اسناد طبقه بندی شدهش به قول معروف منتشر میشه و تازه اونجا متوجه میشید که چه اتفاقی افتاده. آمریکا از این نوع حرکت ها چندین بار انجام داده، در سال 57 در کشور ما ایران انجام داد. در حقیقت کودتایی که سال 57 در ایران اتفاق افتاد توسط آمریکا یا اتفاق افتاد، 150 میلیون دلار به خمینی پول دادن، ابزار انقلاب رو در ایران برای خمینی فراهم کردن، اون جنرال هایزرشون رو فرستادن که ارتش ایران رو خونسا کنن که خونسا کردن، نمایندگانشون در داخل ایران در بدنه حکومت شاهنشاهی ایران مأموریتشون رو به درستی انجام دادن و اولین کودتایی که ما میتونیم از آمریکایی‌ها نام ببریم، یعنی این اتفاقی که در افغانستان افتاد، سابقهش سال 57 توی ایران بود، بعد توی عراق اتفاق افتاد، بعد توی ویتنام اتفاق افتاد، بعد توی عراق اتفاق افتاد، بعد توی افغانستان اتفاق افتاد و جاهای مختلف. یعنی این سناریوی آمریکایی، این سناریوی مافیای جهانی مدام در حال تکراره و متاسفانه این رسانه‌هایی هستن، رسانه‌های فارسی زبان، که افکار عمومی رو از اصل جریان پرت می‌کنن. اصل جریان همین بود که من خدمتتون عرض کردم، نه جوی خوابالود، نه اوباما، نه ترامپ، نه امثال اینها، اینا هیچ کدومشون تصمیم گیر در سیاست آمریکا نیستن، اینا مأمور اجرای سیاست آمریکا هستن. این توافقی با طالبان انجام شده رو دولت ترامپ انجام داد، جوی خوابالود هم تا امروز تقریبا تو سیاست خارجی هیچ تغییری در اون روندی که دونالد ترامپ داشت انجام میداد نداده. بنابراین نه یا یه سری هموطنانمون به قول معروف از اون بره بوم بیفتن که همه رو مثلا بخوان از چشم یک شخص ببینن. نه عزیزم، سیاست سیاست جهانیه، بازی بازی جهانیه و افراد درش هیچ نقشی به عنوان تصمیم گیرنده نداره. این مطلبی بود که خواستم بهش برسم. اما تمام این بازی ها رو باز هم فرصت دارن ملت ایران که این بازی مافیایی رو به هم بزنن، یعنی هنوز که هنوز این فرصت هست.
باور کنید به زودی به زودی این داعشک هایی که الان دارن اسامیشون رو با انواع و اقسام آب و تاب ها به قول معروف مطرح میکنن، این داعشک ها به زودی در ایران هم از این نوع جنایت ها انجام خواهند داد، همونجوری که پدرشون یعنی روح‌الله خمینی انجام داده. ولی جنایت هایی که این دفعه انجام میشه، این دفعه دیگه مربوط به یعنی به قول معروف شما نمیتونید اینو منتسب کنی به جمهوری اسلامی. چرا؟ چون داعش خراسان درست میشه، داعش ازبکستان درست میشه، داعش سیستان بلوچستان درست میشه، همون جوری که داعش به نام تجزیه طلبان در غرب و شمال و غرب ایران در حال به قول معروف عرض اندام هستن. یعنی شما میبینید نیروهای تجزیه طلب که اسم خودشون هم میذارن پشت دموکراسی و دموکرات پنهان میشن، اما ابزار قدرتشون نیروهای تروریستیشون هم هیچ فرقی نینه. اون کسی که میخواد اسلحه به روی هموطن ما در استان کردستان به قول معروف به روی هموطنانش اسلحه بکشه با داعشی که در عراق و سوریه و این ور اون ور بود هیچ فرقی نداره، جفتش تروره، جفتش آدم کشیه و جفتش برای ایجاد حکومت خودمختار و حکومت مستقل در منطقه است. این سیاستیه که متاسفانه موریانه خاورمیانه داره ازش حمایت میکنه. شما تا همین الان هم که دارید میبینید بعد از 12 روز که این اتفاق در افغانستان افتاد، دولت اسرائیل هیچ نوع واکنشی نه مثبت نه منفی به اتفاقات افغانستان نشون نداده. چرا؟ دولتی که یا حکومتی که اگر پشه در خاورمیانه پشت رو بالانس میزد، بلافاصله دادار دودورش دنیا رو غرق می‌داشت که امنیت اسرائیل به خطر افتاده. حالا چه اتفاقی افتاده که یک مرکز تروریستی جدید داره درست میشه با حمایت نیروهای سپاه اورشلیم، سپاه قدس و اسرائیل ساکته؟ این براتون باید یه مقدار جای سوال باشه. اینو میگم برای اون ابلهانی که فکر میکنم کشور اسرائیل یا سیاستمداران اسرائیل دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. نه، جمهوری اسلامی در طول این 43 سال بهترین کمک رو، بهترین کمک و بالاترین کمک رو به اسرائیلی ها انجام داد برای پیش برد سیاستشون در اون نقشه که توی اون توراتشون نوشته شده به اسم اسرائیل بزرگ. اینو میگم برای اونها که بدونن ما ملت ایران باید روی پای خودمون بیستیم، ما ملت ایران خودمون باید کشورمون رو از دست مافیای جهانی نجات بدیم. گفتم باز هم میگم یک شانسی ملت ایران دارن، هنوز تا دیر نشده، هنوز تا این داعشک‌ها درست نشدن، شانس اینه که ملت قیام کنن، جمهوری اسلامی رو به زیر بکشن و ریشه این اتفاقات در خاورمیانه رو بخشونن. اگر این اتفاق نیفته متاسفانه باید گفت همونجوری که در اون جمله معروف رستاخیز سیمرغ، فاتحه ایران رو باید خوند. اینجوری که اینا دارن پیش میرن، از داخل ایران جمهوری اسلامی داره به اسم کرونا و دلتا و کوفت و زهرمار میکشه، در خارج از ایران هم داره گروه های نیابتی رو آماده میکنه برای جنایت های بعدی که اتفاق میفته. و مطمئن باشید این دو جریانی که در داخل افغانستان شکل گرفته، حالا اون جریان طالبانش که از یک سو مال خودشونه، جریان مخالف طالبانش هم سعی میکنن که مدیریت شده باشه و از خودشون باشه، کما اینکه از خودشون هم هست، برای اینکه بتونن بازی رو جلو ببرن. ولی بسیار 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 خطرناکه برای کشور ایران، اولا برای کشور افغانستان، کشتارهایی که در آینده نزدیک شما در افغانستان شاهد خواهید بود شاید تاریخ به خودش ندیده. اما این کشتارها فقط در افغانستان نیست، دامنه این کشتارها به ایران کشیده خواهد شد و اون داعش خراسانی که دارن اینا اسمشو میبرن دشمن فارس هاست، دشمن ازبک هاست، دشمن تاجیک هاست و دشمن هزاره هاست و از همه مهمتر دشمن ملت ایران هم هست. یادتون نره اون داعشک ها رو داعش بزرگ یعنی جمهوری اسلامی داره مدیریت میکنه. فکر نکنید یه مش بابو گلابی رفتن تو لباس طالبان یا اینا که دمپایی پاشون افغانستان رو اشغال کردن، نه، هسته نیروهایی که وارد افغانستان شدن هستش سپاه قدس جمهوری اسلامیه که تشکیل شده از فاطمیون و زینبیون و حشر و شعبی و همین بدنه سپاه قدس جمهوری انگرنشان آخوندی. کارشون رو بلدن، مأموریتشون رو خوب میدونن و تا امروز هم در نابودی سرزمین های ایران شهر واقعا به درستی عمل کردن، هم در خارج از
مرزهای جغرافیایی ایران هم در داخل مرزهای جغرافیایی امروز ایران. شما فکر نکنید جمهوری اسلامی که داره امروز دسته دسته فوش فوش مردمان رو توی بیمارستان‌های ایران به کشتن میده، فکر نکنید این عدم مدیریت جمهوری اسلامیه، نه، اتفاقا مأموریتش جمهوری اسلامی به درستی و دقیقی داره انجام میده. تمام اینها طبق برنامه است، طبق سناریوه و جمهوری اسلامی هم مأمور اجراشه. همین این مطالبی بود که گفتم، یه بار دیگه در پایان میگم اتفاقاتی که امروز در افغانستان افتاد دقیقا هدیه دولت ابراهیم رئیسی به مافیای ارباب بود که بگه من کارمو به درستی انجام میدم، و از این اتفاقها ما بسیار بسیار شاهدش خواهیم بود. امیدوارم ملت ایران یک بار هم که شده یک بار تصمیم بگیرم و زیر میز این بازی مافیا بزنم. فقط رمز این اتحاد و رمز این پیروزی در داخل ایران هم یک شعار بیشتر نیست، اونم جاوید شاه، رضا شاه، روحت شاه. هر کسی به شما گفت بیایید بریم با جمهوری خواه و چپی و توده‌ای و روده‌ای و مصدقی و ملی منگلی و انواع و اقسام این اراذل رو باش بشینیم اتحاد کنین، مطمئن باشید یه ریگی به اندازه کوه دماوند توی کفششه. چون همین ها بودن که پایه‌گذار داعش در ایران شدن، همین ها بودن که خمینی رو آوردن، همین ها بودن که بخششون شدن نوکر انگلستان، بخششون شدن نوکر آمریکا، بخششون شدن نوکر شوروی اون زمان، بخششون شدن نوکر اسرائیل و چین و روسیه و امثال اینها. پس شما با کسایی که مأمور اجرای یک سیاست بودن نمیتونید بیاید متحد بشید بر علیه اون جریان. چه چیزی این رو تمیز میداره؟ چه چیزی این رو جدا میکنه؟ یک شعار، یک خواسته. ما شاه میخواییم، نه ملا، لعنت به تو روح الله، جاوید شاه و هم با اقسام شعارهای میهن پرستانه. بسیار متاسفم برای همتواران اون در افغانستان که عزیزانشون از دست دادن، و متاسفتر هستم که ما از این نوع اتفاقات بسیار بسیار زیاد در آینده نزدیک خواهیم دید. این قوم عجوج مجوج خواب بسیار بدی برای سرزمین های ایران شهر دیدن. تو برنامه گذشته توضیح دادیم، دوستانی که ندیدن برید حتما برنامه‌ای که هفته گذشته با دکتر سروش مهراب و جناب کمالپور داشتیم رو ببینید، خیلی مطالب در اون برنامه ها هست. میدونید که رستاخیز سیمون هر موقع اومده مطلبی رو گفته شاید زمانبندیش یه مقداری عقب جلو شده باشه، اما قطعا اتفاق افتاده و این چیزی که ما الان هم داریم باز هم در موردش صحبت میکنیم تجزیه و نابودی ایران شهره، و مخصوصا ایران فعلی با این تمامیت ارضی که امروز داریم. سپاسگزارم دوستان. من اینو چون دیدم این رسانه‌ها خیلی دارن روی داعش مسئولیتش رو پذیرفت، خیلی دارن مانو میدن، گفتم که حالا اون کسایی که میتونن برن توی صفحاتشون و ازشون بخوان بگن این داعش منظورتون جمهوری اسلامی، واضح بگی. هرچند نمیگن، چون اگه قرار بشه بگن دیگه اسمش سیاست نیست. اگر بایدن هم میخواست نیروهاش رو خارج کنه، غیر نظامی‌ها رو قبلش خارج کنه، خب بازیش لو میرفت. بنابراین باید یه چیزی یهویی باشه، مثل همین کاری که اتفاق افتاده. سپاسگزارم از تون دوستان. پاینده ایران، جاوید شاه، فعلا.